خانم ها آقایان، عمیان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. من امشب عمیان گرامی راجع به چند مسئله میخوام صحبت بکنم، مسائلی که بایستی در یک برنامه تلویزیون سیاسی مطرح بشه و نبایستی ما فکر اینه که ممکنه این حرف هامون در یک طیف به خصوصی ناراحتی به وجود میاره یا موجب عصبانیت اونها میشه و یا مورد خوشحالی یک گروه دیگری میشه. بقیده من یک برنامه سازی که خود رو شما موظف میدونه راجع به مسائل میهنش صحبت بکنه، خیلی جاها باید در برخلاف جریانهای آب شنا بکنه، چون اگر قرار بشه بنده تصور اینو بکنم که چون اکثریت در این شهر یا در کشورهای خارج یا در داخل این مسئله رو میپسندند که من راجع بهش صحبت بکنم، بنابراین این شنا در جهت نظرات مردمه. آدمایی که در تاریخ همیشه میمانند همیهنان گرامی کسانی هستند که در جهت خلاف بسیاری از نظراتی که در کشورشون وجود داشته شنا کردن. بی خود نیست که در بسیاری از کشورهای استبداد زده و دیکتاتوری این اکثریت جامعه نیستن که در مخالفت با رژیم کاری میکنن، یه عده معدودی هستن، یه عده محدودی هستن، یه عده پیش قراولانی هستن که همه دردها و ناراحتیها و بدبختیها رو تحمل میکنن، حتی مرگ، نابودی خانواده، به هم پاشیدن به اصطلاح خانواده هاشون در جهت منافع میهنشون و برای آزادی میهنشون در جهت مخالف شنا میکنه. نگاه کنید در طول تاریخ، در همین آلمان زمان آقای هیتلر یه عده معدودی در آلمان بودن که جانشون رو به خطر انداختن و خیلی هاشون هم در اون دادگاه های احمقانه آلمان هیتلری به دادگاه برده شدن، محاکمه شدن و بعدم به طرز بسیار فجیع کشته شدن. میدونید که در تاریخ هست، تاریخ زمان آلمان هیتلری، بسیاری از مارشال های معروف آلمان، بسیاری از سیاستمدار مثل همین آقای ویلی برانت که فرار کرد بعدن رفت به اسکاندیناوی، اینا کسایی بودن که اگر گیر دستگاه‌های امنیتی هیتلر می‌افتادن، وقتی که در اون دادگاه‌های مسخره که رئیس دادگاه مثل همین دادگاه جمهوری اسلامی، مثل دادگاه استالین، رئیس دادگاه هم دادستان بود، هم بازجو بود و هم مجری اعدام بود، فحش می‌داد و بعد اینا رو از تو دادگاه می‌بردن توی اتاق بلپلویی با این چنگک های مخصوص حمل گوشت اینا رو آویزون می کردن و یا به وسیله اینا رو آقای مشیری هم تو برنامه هفته گذشته شفان به درستی بهش اشاره کرد، با سیم پیانو اینا رو و آویزان می کردن، به طرز بسیار فجیع اینا رو می کشتن. همه مردم آلمان که نبودن، میلیون ها آلمانی در تو خیابون وقتی که هیتلر عبور می کرد علامت سلام نازی‌ها رو می‌دادن، هایل هیتلر می‌کردن و مردم مظلوم یهودی، مردم مظلوم نمی‌دونم دگر اندیش، کمونیستا، سوسیالیستا، نمی‌دونم سندیکالیستا، اینا رو تمامشون رو این اراذل و اوباش دوره‌بر هیتلر اس اس اینا تو خیابون اینا رو می‌گرفتن و به طرز فجیع اینا رو کتک می زدن می بردن زندان ها. کار به اونجا رسیده بود
که به یهودیانی که هر کشوری رو که هیتلر میگرفت به یهودیانش میگفت باید یه علامت بزنی تا مشخص بشه شما یهودی هستی، و به این وسیله اینا رو شناسایی میکرد و به اشد مجازات اینا رو محکوم میکرد با اون طرز وحشیانه. بنابراین اکثریت مردم پیرو آقای هیتلر بودن، چون در همه کشورها اینطوریه. نگاه کنید عکسایی که نشون میده این بشار اسد جانی وارد، همین الان من دیدم وارد یه جا میشه سخنرانی کنه، یه عده دستاش رو میبوسن، کف میزنن، دست میزنن، پاشو نگر میدارن، صورتشو پیش اینجا شما چی میکنن. ولی در هومس در عرض 3 روز 400 نفر این جانی میکشه، 6000 نفر رو، تعدادش زد بالاتر از 6000 در وقایع سوریه به دست این جانیان کشته شدن. حالا همه این صحبت ها رو کردم. همینانان گرامی، من برخلاف خیلی از دوستان، برخلاف آقای عرسی، برخلاف خیلی از دوستانی که راجع به این مسئله صحبت میکنن، من نظرم اینه که اتفاقا خیلی خوبه یا آدمایی مثل آقای پرویز ثابتی، مثل کسانی که در رژیم گذشته دستن در کار بودن، اینا خاطراتشون رو بنویسن، حالا به دروغ یا به درستی. 50% دروغ، 50% حقیقت، 40% حقیقت، 60% دروغ، یا 20% حقیقت، 80% دروغ، فرق نمیکنه. ولی اینا رو مکتوب کردن به عقیده من خیلی خوبه، و این معمول تو ایرانی ها به خصوص و شرقی ها که اصولا اگرم خاطر نویسی میکنن سعی میکنن خودشون رو تبرئه کنن، دیگران رو محکوم کنن. ما اینو فقط در مورد طرفداران رژیم گذشته نمیبینیم، در چپامون آقای کیانوری خاطراتشو نوشته، همه رو لجمال کرده، فقط از خودش تعریف کرده. در خیلی آدمای دیگه، خاطرات آقای نهاوندی رو بخونید، ایشون تمام مدت مطالبی که نویسه مثل اینکه یک دانشمند یگانه بوده، یک سیاستمدار یگانه بوده که فقط ایشون اومده. بقیه رو همه رو اگر نگاه بکنید انتقاد میکنه بهشون، از هویدا گرفته، علم گرفته تا بقیه، حالا کاری ندارم. بقیه من خیلی خوب شد آقای پرویز ثابتی اینا رو نوشته. این قضاوت رو تاریخ ایران میکنه، مردم ایران در آینده خواهند کرد، تاریخ در آینده خواهد نوشت که آقای ثابتی راست میگه یا دروغ میگه. اما تا اینجا مسئله مهم نیست، ایشون درش هر چی میخواد بنویسه، بنویسه که من یه آدم روشنفکری بودم که به دلیل نظرات اصلاحی که داشتم مورد خشم اعلیحضرت هم قرار میگرفتم. نظر ایشونه دیگه، هیچ عیبی نداره بقید من، بذاریم بنویسه. و راجب شکنجه صحبت میشه، میگه مصدقم اصلا شکنجهگر مصدق بوده، او شروع کرده. بعدم هر چی، حالا اشکال کار از اونجایی شروع میشه که یک نفر میاد در یک بحث تلویزیونی این مسائل رو طور دیگری عنوان میکنه. اون موقع خب باعث یه جوشش و یک عصبانیت و یه خوشحالی در طرفدارا، عصبانیت در مخالفین و کسانی که مورد صدمه قرار گرفتن. اینا هم باز اشکالی نداره، اما مشکل اونجاست که اون کسانی که طرفدار این راه هستن اونها دیگه زیاده روی میکنن. یعنی کسانی که 32 ساله، 30 نمیدونم 5 ساله، 30 ساله، حالا قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، 10 ساله، همینطور به ترتیب اومدن بیرون با اقامت در کشورهای دموکرات، باز دوباره همون نظراتی رو مطرح میکنن که خیلی از این طرفداران جمهوری اسلامی هنوز میگن. مثلا تا میگین آقای پرویز ثابتی در زمانی که رئیس امور داخلی ساواک بود، آدمایی که در ساواک بودن، آقای تهرانی، آقای کمانگر، آقای نمیدونم رسولی، اینا شکنجهگر بودن. اینا میگه من هیچ اطلاعی نداشتم، اصلا من نمیدونستم اینا شکنجه میدن، در حالی که صدها شاهد هست. اما مهم نیست. اما میگم نظر آقای ثابتی اینه که خودش داره تا حرف میزنه، مهم نیستش که مکتوب کرده اینا رو. مشکل اونجاست که شما وقتی که میایین دلایل و مدارک میگین، اون طرفداران رژیم گذشته میخوان شما رو تکه پاره کنن که چرا شما این حرفا رو میزنید. آقا اینا بد میکردن با کسانی که میخواستن مملکت رو تجزیه کنن، تروریست بودن، این کارا رو میکردن.
خب این حرفا رو جمهوری اسلامی هم میزنه. جمهوری اسلامی هر آدمی رو که میگیره یا انگ تجزیه طلبی بهش میزنه یا انگ اینو میزنه که اینا میخواستن مردم رو بکشن، تروریست بودن، همین حرفا رو میزنه. بنابراین ما که در خارج از کشور اقامت کردیم، همین الان گرامی بیایم مسائل رو عادلانه بررسی کنیم، وجدانی مطرح کنیم. اگه یه جا کار بده بگیم بده. من در رادیو صدای آلمان دارم مطالبشو. موقعی که آقای کمانگر که گرفته بودن، شکنجهگر بود تو ساواک، آوردنش تو تلویزیون اقرار کرد، مثل آقای تهرانی، این آدمو 400 ضربه شلاقش زدن، آش و لاش اعدامش کردن. من در همون موقع نوشتم آخه این چه عدالت اسلامی است، در رادیو گفتم. شما یه آدمی رو دارین جونشو میگیرید، دیگه 400 ضربه شلاق برای چی میزنین بهش؟ ببینید، ما اگر توانستیم در مورد مخالفینمون وجدان داشته باشیم، عدالت رو مراعات بکنیم، اون موقع میتونیم بگیم که یه آدم دموکرات هستیم. وگرنه اگه بگیم خوب کرد این آدم ها رو کشت، اینا همونا بودن که نمیدن ما رو به این بدبختی انداختن و موضوع رو شلوغ کردن برای این که سفسطه بکنیم. من با این موقع حالا اینا رو باز میذارم کنار. آقایی به اسم قانعی فرد، ایشون رو من چند دفعه مصاحبه هاشو این ور اون ور خونده بودم. بعد یک بار یکی از دوستان آمده بود لس آنجلس، از دفتر اون دوست من تلفن کرد، اون دوست من به من زنگ زد گفت فرجی آقای قانعی فرد اینجاست میخواد با تو صحبت کنه. این موضوع مال دو ماه پیشه، سه ماه پیشه. من بعضی وقتا یادم میره، من یه آدمی هستم تنها، نه منشی دارم نه کسی رو دارم که با من همراهی بکنه در تهیه برنامه ها، من فقط خودم این کارا رو میکنم، فقط خودم. هم کار رادیویی میکردم قبلا که حالا در هفته یه دفعه میکنم، در رادیو صدا ایران یک بار در هفته برنامه دارم دو ساعت، بقیهش هم کار تلویزیونی میکنم. بنابراین من باور میکنید درسته توی فیسبوک یه صفحه دارم، ولی بعضی وقتا اصلا نگاه نمیکنم، نمیرسم. من فقط میرسم بسیاری از این ایمیل هایی که بهم میشه پاک کنم فقط، چون بعضی از این دوستان خیال میکنن به من محبت میکنن، خبرایی که تو روزنامه هاست و تو رادیو هاست سایت هاست اینا رو من دا فوری میفرستن برای من. آقا من اینا رو همه دیدم، میدونی من چقدر وقتم باید تلف بشه که اینا رو بردارم پاک کنم؟ توییتر و فیسبوک و نمیدونم ایمیل و اینا. بنابراین من یادم میره بعض وقتا، قیافه آدم ها یادم میره، اسماشون یادم، گناه که نکردم، یه سنی هم رسیدم که بایستی الان برم یه گوشه بشینم چرت بزنم دیگه، ولی نمیدونم چرا پروگی میکنم، باز میام میشینم کار میکنم. اما خدا نکنه من در موقعی که صحبت میکنم تو این برنامه ها، مثلا یه نفر دیدم، حالا مثلا فرض کن یک سال قبل دو سال قبل هم دیدم، حالا یادم بره که این چون چیه، بهشون بر میخوره، عصبانی میشن که آقا تو چطور من یادت رفته. از جمله این آقای قانعی فرد، وقتی که با من صحبت کرد گفتم آقای قانعی فرد من یکی دوتا مصاحبه شما رو خوندم خوشم اومده. گفت آقای فرجی من با شما عکس گرفتم موقعی که سخنرانی آقای مشیری بود، من اومدم اونجا، من فوری معذرت خواستم، گفتم ببخشید پیریه و هزار درد دیگه. اما میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. این آقای قانعی فرد دوتا مصاحبه من ازش دیدم، جالب بود. و اینم بگم خدمتون که مصاحبه هایی که ایشون میکنه اکثرا به شکل مکتوب در جمهوری اسلامی کتاب میشه و مجوز میگیره چاپ میشه. خیلی هم تعجب آور بود اول بار من. بعد من گفتم آقا خب این اکثرا این مصاحبه هایی که میکنه با عوامل رژیم گذشته بوده و اینا، خب جمهوری اسلامی هم خوشش میاد که اینا مثلا با هم دیگه اختلاف داشته باشن، هی بد بگن با هم دیگه، یا نمیدونم مسائلی رو بگن که اینا خیال میکنن. مثلا شما کتاب آقای علمو، خاطرات اسدالله علمو، بسیاری از چیزاشو، از جمله این که آقای علم اشاره میکنه این فلسفی تو زندان هم عرق میخورد هم تریاک میگرفت و اینا رو همه زدن. یا مثلا خیلی چیزا رو اشاره میکنه که فلان آخوند اومده بود تقاضا داشت که نمیدونم بهش پول بدن، اینا رو زدن. درست اون چیزایی که فکر میکردن به درد خودشون میخوره اونا رو چاپ کردن. بعدم به دروغ از قول
خانم فرح پهلوی، رضا پهلوی، مادر فرح پهلوی، نمیدونم آقای نمیدونم فلان، همه اینا بهشون خاطرات چاپ کرد. خاطرات آقای اردشیر زاهدی. به دروغ هیچ کس هم نیست به اینا بگه چرا این کارا رو میکنی. بعدم اینو میخوان حقنه کنن در مردم که اینا واقعیت. جمهوری اسلامی دیگه. مهم نیست که براش. شما وقتی اخلاق نداشته باشی، وقتی که جانی باشی، وقتی حکومت در دست یه عده اراذل باش باشه، پرنسیبا همه میره کنار دیگه، این چیزا میاد جلو. دروغ، تهمت، افترا و از این نوع حرفا. اما این آقای قانیفر در این مصاحبه که با افق صدای آمریکا کرده، آقای دهقانپور هم مسئولشه، دو تا نکته رو گفته که من فردا در برنامه‌ام درست صحبت ایشون رو میارم میذارم و بعد راجع بهش صحبت میکنم، ولی یه دو تا اشاره دارم اینجا. این آقای قانیفر یه جا میگه که طبق مدارک، در حالی که میدونید ما بالاخره کار یه محقق، کار یک تاریخ نویس، کار یه مصاحبه‌گر پوزیسیون گرفتن و جبهه گرفتن نیست. چون وقتی که جبهه میگیره پوزیسیون مخالف میگیره، این نشونه اینی که از بی‌طرفی داره میاد بیرون. من یکی از خوانندگان پراپا قرص کتاب‌های عباس میلانی هستم. شما کتاب عبیداشو میخونی؟ بسیار زحمت کشیده، سالها رفته اسناد وزارت خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا رو آورده، ضبط رفته، با آدمای متفاوت مصاحبه کرده، بعد یک کتاب عبیدا رو آورده بیرون. حالا که کتاب شاه رو. اما این آقای قانیفر توی مصاحبهش با آقای دهقانپور دو تا حرف جالب میزنه. میگه اولا خیلی از آدمایی که وجیه المله هستن سعی میکنن خودشون خیلی وجیه نشون بدن تو مردم، پشت صحنه یه جور دیگه. بعد مثل میاره بلافاصله، از جمله این آقای بختیار. ببینید طبق اسنادی که از خانه سدان آقای مظفر بقایی پیدا کرده، ایشون عامل انگلیس هاست. حالا عامل اگه نه، گفت مورد تایید انگلیس هاست. آقای قانیفر میگه و بعد ایشون به دلیل همین پشتیبانی انگلیس ها از خوزستان وکیل مجلس میشه، که من امروز با دو سه نفر صحبت کردم، اصلا ایشون خودم هم میدونستم بختیار هیچ وقت وکیل مجلس نشده بود. حالا شاید من اشتباه شنیدم، باید دوباره پخش کنم. یه جای دیگه هم ایشون بلافاصله یابو برش میداره، بعد شروع میکنه که بله اون مصدق و سلطنه هم همینطور، بعد شروع میکنه مصدق پشت دادن، مثل که کاری که آقای ثابتی کرده. میگه اون آقای مصدق هم شکنجه‌گر بود، اصلا آقای مصدق جانی بود، دلیل میشه شما هم جانی باشین. بعدم سند چه شد؟ این آقای قانیفر به عنوان یه آدم منصف، یه آدم تاریخ نگار، یه آدم محقق، وقتی راجع به این مسائل صحبت میکنه نباید سند رو کنه؟ آخه یه آدمی مثل بختیار همجور لجن بماله بهش؟ یه آدمی که هنوز اول کارش جوونه، با یه تاریخ مملکت، با یه آدمی که زندگیشو گذاشت به خاطر مبارزش، اینطوری آدم برخورد میکنه؟ اینا همینانی گرامی آدم رو دیاغ میکنه، دیاغ میکنه. اگر شما از مخالفینتون دفاع کردید دموکراتید، اگر الان آمدید مثل این 400 نفری که امضا کردن در مورد کروبی، در مورد موسوی، در مورد خانم رهنورد، که من خودم میبینید که دائم اینجا راجع بهشون حرف دارم، ولی الان که اینا رو گرفتن، حالا یه عده میگن این بازیه، ولی واقعا بازی نیستی که گرفتنش، اختلاف دارن اینو با هم. اگه شما از اینا دفاع کردید هنر کردید. ما این کار در مورد آقای تجربه خیلی تلخی هم داریم، ولی مهم نیست، در مورد آقای اکبر گنجی داشتیم. این آقای اکبر گنجی که الان میاد خط میکشه، بارها هم گفتم کسی که با پرچم شیر خورشید میاد حق نداره قاطی ما بشه. این ماها بودیم که آقای گنجی رو، همین اپوزیسیون خارج از کشور با همه اختلافاتش، آقای گنجی کردیم. به قول آقای نوری علا که برای 2000مین بار میگم، وگرنه آقای گنجی بعد میومد تو فرودگاه واشنگتن میپرسید آقا یه هتل ارزون کجاست من برم. اون موقع ما کار درست کردیم، کارمون این بود که از آدمی که زیر
تیغ این رژیم خونخوار بود دفاع کردیم. حالا این آدم اگر اومد بیرون بعدن نشون داد که یه جوری دیگه است، اون مربوط به خودشه. و نصیحت من به آقای قانع فرد اینه که آقا لجمال نکن، لجمالی نکن آدم ها رو. البته نمیتونه ایشون، هیچ کس نمیتونه. کسانی که در میهن ما نقش اساسی داشتن و سمبل آزادی و مبارزه بودن، اینا رو با دو تا صحبت و چهار تا صحبت و نمیدونم این چیزا لجنمالی کنه، نمیشه، امکان نداره، امکان نداره. مردم ما خیلی باهوشن، سره رو از ناصره تشخیص میده. اما عمیانان گرام، 22 بهمن همین روزی که امام مقوایی وارد ایران شد، پریروز واشتن تظاهرات برش درست کردن. از یک شهر 14 میلیونی 150-60 هزار نفر رو جمع کردن. ولی از بس که ببین اینا که میگن اصلا برای ما اون خارج از کشوری اهمیت ندارن، اینا یک مشت نمیدونن فلان، ای پشت میدن به ما دیگه، حالا کار ندارن. نیست ما میگفتیم آقا اینا میرن با ماشین و با کامیون و نمیدونم اینا و ساندیس میدن، یه در هم دارن میرن تو تهران و نمیدونم شلوار میدن و کت میدن و پولیور میدن و اینا، اینا اکثرا ساندیس خورن. اینا اومدن این دفعه اوضاع رو عوض کردن. شما تو تظاهرات اخیر همین 22 بهمن نگاه کنی میبینی خانومای آلاموت شرکت کردن، موها رو نمیدونم طلایی کردن، بعد موها تا پس گردنشون روسریشون رفته کنار، پسرایی که خروسی کردن موهاشون رو، بعد اینا رو تو خیابونا میبینید یه دونه مثلا از این تیشرت ها پوشیدن، عکس آقای خامنه ای رو انداختن و یه چهره هایی که اگه شما مثلا سه روز قبلش تو تهران تو خیابونا میدیدین، این مامورین محترم نهی از منکر رو نمیدونم فلان اینا میریختن کتک میزدن، مینداختن تو ماشین، میبردن زندان. بعد به دخترها میگفتن بنویسید که من دیگه به دور فاحشگی نمیگردم، از این مزخرفات که در شأن خودشون. ولی تو این روز شما نگاه میکنید که بله همه میان و با همون موهای خیلی قیافه‌های آلامود و موهای خیلی تنظیم شده و درست شده و بلوزای آنچنانی و فلان. این آقای آیت الله مکارم شیرازی، اون آقای رفسنجانی رو هم که دیدید، ولی آقای رفسنجانی اومد در این تظاهرات شرکت کرد، اینقدر بهش فحش دادن که وسط کار از تظاهرات رفت بیرون. این مثلا آیت الله نوری همدانی، نمیدونم اسامیشون، این آیت الله رو من نمیشناسم، به قیافه بعضیاشون که نگاه میکنم بعضیا رو میشناسم، یکی مصباح یزدی بود، این یکی که میدونی آیت الله نمیدونم شاهرودیه، بله اینا همشون راجع به اسلام و تظاهرات عظیم و فلان اینا. شما نگاه کنید میبینید که این میدونم به مشکل پر کردن. ولی برای یه حکومتی که همه امکانات در اختیارشه، همینان گرامی، ما عین این وقایع رو در قبل از اینکه آقای مبارک سقوط کنه دیدیم، قبل از اینی که آقای بن علی بره در تونس دیده بودیم، الان در سوریه میبینیم طرفدارای اسد میان او جمع میکنن ساندیسخورای اونجا رو. آقای که رئیس جمهور یمن آقای صالحو دید، اینا همه بلدن از این کارا بکنن. یعنی کار عجیب و غریبی نیست، این کار دیکتاتوراست. شما اینجا دیدین که آقای اوباما یا خانم مرکل در آلمان یا آقای سرکوزی آدم ها رو جمع کنن بگن ببین اینا طرفدار ما، نه، طرفداری از یه حکومت در انتخابات مشخص میشه در کشورهای آزاد و دموکراتیک. این مردم میرن رأی میدن، ممکنه 10 میلیون آدم هم میان تو خیابون بگن آقا مرگ مثلا فرض کنید بر اوباما، مرگ بر سرکوزی، ولی مهم نیست. اون موقع انتخاباتی که همین مردم 300 میلیون جمعیت آمریکا که مثلا فرض کنید 60 میلیون 100 میلیونشون یا 150 میلیونشون میتونن رأی بدن یا 100 میلیون میان در پای صندوقای رأی و رأی خودشونو میدن، اون موقع معلوم میشه که چیه. این حکومت‌های دیکتاتور زده و مستبد کارشون اینه که نیست اون همه میدونن حقه‌بازی میکنن، از جمله رهبر روزخانها انتخابات مسخره دو سال قبل،
خب اینا مجبورن که هر یه اتفاقی که میفته یه در جمع کنن بیارن به مردم بگن دیدین ما طرفدار داریم. بدبختن اینا، بدبختن اینا. حالا آقای رفسنجانی در رفت برای اینکه پشت دادن بهش. اما این جالبه، همین الان گرامی تونتون میخوام بگم حرفامو، یادتونه تو همین برنامه من گفتم که اینا وقتی که یکی 3.5 میلیارد دلار میدوزه میان شلوغ میکنن، رهبر یه چیزی میگه، اون یکی یه چیزی میگه، یه دری میگن گرفتیم، اسم نمیبرن، این کار کردیم، این کار کردیم، اعدام میکنیم فلان، یوهو وسط کار دو سه تا رو فراری میدن، دو سه نفر جدید میارن تو، یا میزنن گردن اون یارو که فرار کرده، یا اینا که آوردن بدبختا رو میگیرن و میارن اعدام میکنن، مثل فاضل خداداد اصلا کاری نبود، رفیق دوست زدن کنار، اینا از نفر 30 آوردن 20 آوردن اول اعدامش کرد. تو جریان کاریزاد تمام دلایل ثابت میکرد از جمله کمیسیون تحقیقات مجلس که این مردک سعید مرتضوی جانی درجه یک، این رادان، آقای نمیدونم دو سه تا از این وکیلای که دوره ورش بودن، اینا کسایی بودن که بچه‌ها رو بردن طبق دستور مقام معظم رهبری رئیس روزخانه، برای اینکه همه ما میدونیم چه خبره دیگه. اینا رفتن بچه ها رو بردن اونجا، بهشون تجاوز کردن، سرشون رو زدن، داغون کردن، کشتنشون فلان. من همون موقع گفتم اینقدر این پرونده رو کش قوس میدن آخر سر همه رو ول میکنن، همون کاری که توی دانشگاه کردن، خوابگاه دانشجو، یه عده ریختن، آدما رو کشتن، دانشجو رو زدن، یکی دو نفر کشته شدن، 100 نفر زخمی شدن. بعد چیکار کردن؟ دانشجو رو گرفتن محکوم به زندانای طویل مدت کردن، اون جانی‌ها رو گل انداختن گردن آزاد کرد. الان من میتونم آقای سعید مرتضوی رو امروز آقای اژه‌ای دادستان کل محترم قوه قضاییه اولین حکومت الله بر روی کره زمین اعلام کرد که منع تعقیب صادر شد براش و سلام. یعنی تمام اون کسانی که خوشرخصی کردن از جمله خدمت شما عرض کنم که یادتونه که این کسایی که با این مرتضوی گرفت شدن، حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد، اسم مستعار داره قاضی، معاون امنیت وقت تهران و نمیدونم چی فرد، دادیاری که دستور داده بود معترضانی بگیرن، و آقای سعید مرتضوی، اینا رو بلشون کرد، همه رو آزاد کرد. اما اون آقایی که دست راست، اسمش هم یادم رفته، نه آقای دکتر روح الامینی، گفت ما رفتیم حضور رهبری که بگیم آقا ما بچه اونو کشتن و اینا، خیلی ناراحت بودیم اینا، ما دیدیم اینقدر مقام معظم رهبری ناراحتن که ما باید بهشون تسلیت بگیم. اونو ببینین، اون مقام معظم روزخانه بزرگ ببینین چه آرتیسیه. حالا اون آقا کلاش بذاره بالاتر فقط به خاطر اینکه حفظ بکنه موقعیت شو، در این دستگاه باقی بمونه، امکانات بهتری بگیره. رفت اونجا گفت اصلا گروه پدر پسرم، محسن کیه؟ آقا رو باید حفظ کرد، محسن که رفت. اینها فرق آدمایی که در برابر ناملایمات استبداد نیستن، خانوادهشون متلاشی میشه، زندگیشون به باد میره، ولی مبارزه رو دست نمیکشن با یه آدمایی مثل همین روح الامینی، مثل خیلی کسای دیگه که حتی شرفشون رو میپوشن. حالا امروز آقای دادستان براتون میخونم، به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل امروز و سخنگوی قوه قضاییه، خبر از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی را داد. حالا اینه ببینید، اون نماینده های گلابی طویله مجلس 200 نفر از نماینده های مجلس موقعی که این سعید مرتضوی رو از کار انداختن و گفتن تعقیبش میکنیم، دادگاه میبریمش و فلان اینا، یک نامه نوشتن به قوه قضاییه، خوشخوشانشون شد، تبریک، خوشحالی که این جانی رو گرفتیم. حالا دلم میخواد بپرسم ازشون چی شد پس؟ شما که نماینده مجلس مردمین، بقول دور از جون مردم، البته
چی شد حالا؟ همتون خفه شدین؟ چرا هیچی نمیگی؟ چون شما خودتون میدونی که چاقو که دستشو نمیبره. مقام معظم رهبری به کسی که عامل جنایتاش بوده، مثل اون، مثل آقای نقدی، مثل آقای رحیم جعفری، مثل رحیم صفوی، آقای جعفری، همه این جوانی ها میاد اینا رو میگیره. خب بعدا کسی گوش نمیکنه. اون سید امامی رو که دیدین کشتن، اولا گفتم بعد یه طوری اونو میکشتن، دوم از اون فضولی کرده بود، رفته بود توی زندان یواش یواش گفته بود که بله ما به دستور آقا احمد آقا رو کشتیم، ما به دستور آقا اینو کشتیم، اسپرده بود و عصبی شده بود و این خطرناک بود برای رژیم، کشتنش، واجبی دادن بهش کشتنش. بنابراین از این دستگاهی که مورد تایید آقا امام زمان هست، اولین حکومت الله بر روی کره زمین هست، در رأسش روزخان بزرگ هست و دورورش یه عده جانی و قاتل و دزد و اینا هست، دند شما انتظار عدالت نداشته باشید. این کلمه مسخره است در نزد اینا، همونطور که پیش اسد و بقیه جانی ها بوده. اما یه خبری دیگه هم به آگاهیتون برسونم، بعد با دوستم دکتر مصطفی دانش صحبت کنم. به رهبر اون بالا بهش اومدن صحبت کردن، متقاعدش کردن که وجود احمدی نژاد خطرناک. مقام معظم روزخانه بزرگ این درس کرده، چون اینا که چاک دهن نداره میگن دیگه حرفا رو. اینا که اصلا حالیشون نیست که مثلا میگن یه چیزی میگیم به کسی نگو فردا همه ایران میفهمن. برای اینه که ما اطلاع پیدا میکنیم از این چیزا. مقام معظم روزخانه بزرگ گفتن احمدی نژاد به وسیله مجلس نباید از کار برکنار بشه، باید مدارکی بردارین که اینو دارن اصلا دیگه، در قوه قضاییه به جرم مثلا اختلاس دزدی که پره، احمدی نژاد رئیس دزاست، از این طریق باید ایشون رو از کار برکنار کن. و امروز هم که میدونید در هند و در دکتر کمک کنی به من و در خدمت شما عرض کنم که بله در گرجستان، بعضی وقتا میگم من در گرجستان هند، درست همون سیستمی که دانشمندان اتمی ایران رو کشتن، اینا برداشتن در هند این کاری کردن. یعنی همسر سفیر اسرائیل داشته میرفته بچهش رو توی مدرسه آمریکایی‌ها بذاره، یه موتور سوار اومده یه دونه از این بمبای دستی چسبونده پشت اتومبیلش و اتومبیل رو منفجر کرده، منتها به موقع اینا از ماشین پریدن پایین و نجاتشون دادن، زخمی شدن یه عده مردم هم. و در گرجستان هم محل سفارت اون قسمت خانوادگی نه مسئولین حالا، و بلافاصله دولت اسرائیل گفت این کار جمهوری اسلامی. خب برای اینکه این مدت جمهوری اسلامی هی میگه ما انتقام میکشیم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو. خب دیگه معلومه میگن اینا هم بودن دیگه، مثل همون جریانی که براتون تعریف کردن، گفتن تو ایران به یکی گفتن آقا این جریان قتل زنجیره‌ای چیه، شما فکر میکنین چی؟ این گفت آقا من هیچ اصلا وارد سیاست نمیشم، وارد این کارا نمیشم، فقط میگم امیدوارم که هر کس که این کار کرده دست شبش هم مثل دست راستش فلج بشه. یعنی چی؟ یعنی خب معلومه کیه. اینا هم همینطور، اینا اینقدر تو این عرض این هفته های گذشته تهدید کردن تا گفتن اونجا این همه گفتن جمهوری اسلامی، گفتن جمهوری اسلامی. امروز 400 نفر از عقاید مختلف نامه ای نوشتن و در این نامه شون درخواست کردن که آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد از زندان آزاد بشه. 400 نفر با افکار مختلف و گفتن ما با افکار مختلف هستیم و خواهان این شدن که زندانیان سیاسی از هر طیف و طبقه از زندانها آزاد بشن و به مردم رو به جرم دگر اندیشی این آقایون دستگیر نکنن و به زندان نبرن.
در بیانیه 402 فعال سیاسی و مدنی ایران آمده، ما به بازداشت و زندانی کردن صدها زندانی سیاسی عقیدتی و به ویژه حصر و حبس خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض میکنیم. و بعد گفتن از احمد شهید نماینده مخصوص حقوق بشر در رابطه به ایران و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستن تا به وضعیت کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران از نظر رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین مربوط به آیین دادرسی در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند. بله. خب گفتگو میکنم عمیانان گرامی با دکتر مصطفی دانش، روزنامه نگار برجسته ایرانی. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فرجی. حال شما چطوره؟ مرسی، حال شما خوبه. دکتر دانش، اول از سوریه شروع میکنیم. چه خبره این سوریه؟ چرا 400 نفر رو در عرض 3-4 روز اینا در حمص کشتن؟ و آیا واقعا این کار قابل ادامه هست؟ یعنی مجامع بین المللی با همه اعتراضاتی که میکنن، آیا بازم چون وتو کردن روسا و چینیا بازم چی نمیگن و اجازه میدن این کشتارا انجام میشه؟ ببینید، تنها وتو چین و روسیه در واقع باعث این کشتار نیست، بلکه خود کشورهای غرب و ناتو در واقع عملا خواهان دخالت نظامی نیستن در سوریه و این باعث شده که دولت سوریه و دولت بشار اسد احساس بکنه که خطر نظامی براش وجود نداره. میدونید که ناتو و آمریکا و آقای اوباما چندین بار گفتن که گزینه نظامی در سوریه وجود نداره و باید به این مطلب اشاره کرد که خیلی از کشورها خواهان این نیستن، به خصوص عراق مخالفت شدید میکنه، لبنان، دولت کنونی لبنان مخالفت هر گونه دخالت خارجی میکنه و بدین ترتیب باید به این مطلب اشاره بکنیم که تنها وتو کشورهای چین و روسیه در شورای امنیت باعث نشده که چین حملات شدیدی رو بشار اسد به مردم بکنه و در چند روز بیش از 400 نفر رو در حمص به قتل برسونه، بلکه نیروهای در واقع کشورهای ناتو و آمریکا هم چنین چیزی رو نمیخوان. ولی وجود الان دارن فرار میکنن عده زیادی از رجال خود سوریه و کوشش اینه که در واقع خود رژیم از داخل منفجر بشه. یعنی کوشش اینه که ارتش سوریه در واقع دو قسمت بشه، ارتش طرفدار بشار اسد و ارتش شورشیان. و در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم که اکنون گفته میشه بیش از 40,000 نفر از ارتش سوریه به طرف شورشیان رفتن، ولی یه خطر هم این به وجود میاره. زمانی که دو ارتش مستقل به وجود بیاد، ارتش وفادار به رژیم بشار اسد و ارتش مخالفین بشار اسد، حتما اینها در واقع با خشونت به هم حمله خواهند کرد، خشونت نظامی خواهند کرد و جنگ داخلی در خواهد گرفت و صدها هزار نفر شاید در این جنگ کشته بشن. ولی اون چیزی که مهمه و باید بهش اشاره کرد، من کوتاه گفتم که غرب و ناتو و آمریکا خواهان دخالت نظامی نیستن و دارن این مسئولیت و این وظیفه رو به عهده دو کشور میذارن، یکی ترکیه و دیگه کشور قطر که در رأس اتحادیه عرب داره در واقع فعالیت عجیبی را قطر میکنه، همون کاری که قطر در لیبی کرد امروز در سوریه داره انجام میده. و خطری که برای ترکیه وجود داره و ترک‌ها هم اینو متوجه شدن، میگن که دست غرب و ناتو کوشش میکنه که ما دخالت نظامی بکنیم، یعنی در واقع ترکیه دخالت نظامی بکنه. و اگه یادتون باشه در روزهای 3 تا 5 فوریه کنفرانس امنیت مونیخ بود که در اون کشور آمریکا و کشورهای غربی هم شرکت کردن و حتی خانم کلینتون و وزیر دفاع آمریکا در اون لئون پانتا در اون شرکت کردن. و جالب اینه که موقعی که روسیه و چین وتو کردن، تمام این کشورها با پیشنهاد وزیر امور خارجه آلمان از ترکیه خواستن دخالت بکنه و بعداً وزیر امور خارجه ایتالیا چنین کرد و بعداً وزیر امور خارجه آمریکا خانم کلینتون چنین خواستی کرد که ترکیه در واقع دخالت بکنه. و ترکیه از این جریان نگران، وحشت از این داره که در یک جنگ طولانی درگیر بشه و مشکلات عظیمی برای خود ترکیه پیش بیاد. و حتی بعضی از روزنامه‌های ترکیه چند روز پیش اعلان کردن که در زمان سال 1982 موقعی که اخوان المسلمین بر علیه حافظ اسد پدر بشار اسد می‌جنگیدند، در واقع آمریکا و عربستان سعودی از ترکیه خواست که به مخالفین بشار اسد کمک نظامی بکنن، حافظ اسد کمک نظامی بکنن. ترکیه هم این کارو کرد، ولی اون زمان بر علیه شوروی بود، برای اینکه حافظ
واقع همپیمان شوروی بود و معتقدم که امروز هم در واقع این کمک هایی که از ترکیه خواسته میشه و خواسته میشه که ترکیه حمله نظامی بکنه به خاطر اینکه همپیمان بشار اسد ایرانو در منطقه بزنن و از این نگرانن که در آینده نزدیک اگه ترکیه دخالت نظامی بکنه در واقع در یک جنگ طولانی با یک جنگ طولانی روبرو بشه و مشکل اساسی برای ترکیه به وجود بیاد و کشورهای ناتو و آمریکا اون کمکایی رو که باید به ترکیه بکنن انجام ندن. از این وحشت به وجود اومده. ولی همونطور گفتم قطر نقش مهمی بازی میکنه. حتی امیر قطر الخلیفه الثانی امروز حتی پیشنهاد کرده که نیروهای ویژه کشورهای عربی وارد بشن، یعنی نه تنها خواسته نیروهای صلح سازمان ملل متحد وارد سوریه بشن بلکه نیروهای ویژه کشورهای عربی که در واقع نیروهای ضربتی باشن وارد بشن و جلوی خونریزی رو در سوریه بگیرن. این شرایطی است که امروز وجود آمده و من یک بار دیگه باید اشاره بکنم که تنها روسیه و چین نیستن که مخالف حمله نظامی هستند بلکه خود کشورهای غربی ناتو و آمریکا از دخالت نظامی در امور سوریه دارن جلوگیری میکنن یا خودداری میکنن. دانش ایمن زواهری همین یارو مرد دوم القاعده که بعد از اینکه دیروز دفاع کرد از این جریان نهضت ضد بشار اسد و این کار خراب کرد بقیده من، یعنی این یک وسیله تبلیغاتی شد به دست بشار اسد و جمهوری اسلامی که ببینید آقا این القاعده و اینا هم پشت این جریان هستن و غرب هم داره از القاعده اینجا دفاع میکنه در حقیقت. حالا این مسئله داشتی شما صحبت میکردید میگفتید که یکی از این سفرهای ایران که قبلا در لبنان و نمیدونم در ترکیه در لبنان و در اردن بوده این راجع به وضع وخیم بشار اسد برخلاف سایر رجال به اصطلاح جمهوری اسلامی رجال خندم میگیره میگه نظر داده که بشار رفتنیه و الان موقعیتش بسیار وخیمه، این درسته؟ خب طبیعیه. ببینید با کشته شدن 7000 نفر و قتل عام 7000 نفر از مردم ایران امکان آشتی دیگه در سوریه وجود نداره، یعنی شما با تمام مردم سوریه هم که صحبت بکنین امکان آشتی با بشار اسد وجود نداره. ولی سیاست اتحادیه عرب و کشورهای مانند قطر اینا به این ترتیب بود که اسد شخص اسد به عنوان رئیس جمهور استعفا بده و معاون اون در واقع دولت ائتلاف ملی رو به وجود بیاره و باعث آشتی در داخل کشور بشه. طبیعتاً تا زمانی که بشار اسد در سوریه هنوز حکومت میکنه و رئیس جمهوره امکان آشتی ملی وجود نداره. 7000 نفر کشته شدن، امروز دولت سوریه با مشکلات عظیمی روبروست، 40000 نفر از ارتشیون فرار کردن، به شورشیان پیوستن و در عده زیادی در ترکیه فعالیت میکنن و از ترکیه و حتی از بخشی از لبنان حمله میکنن به سوریه. بنابراین به نظر من اون چیزی که سفیر سابق ایران در سوریه و در اردن گفته درسته و بشار اسد دیگه شانسی نداره که در سوریه بتونه به حکومت خودش ادامه بده مگر اینکه اون طرح صلح اتحادیه عرب که سعی کردن در واقع بشار اسد استعفا بده و معاون اون بتونه قدرت رو به دست بگیره و دولت ائتلاف ملی و آشتی ملی رو به وجود بیاره چنین کاری انجام بشه. ولی اون چیزی که در سوریه مهمه به نظر من سه سناریو وجود داره در سوریه. یه سناریو اینه که مردم بلند شن و بشار اسد رو ساقط بکنن، یعنی در واقع تکلیف خودشون رو با رژیم روشن بکنن. ولی متاسفانه هنوز بگیم عده زیادی از مسیحیان و عده زیادی از علوی ها و حتی سنی ها هنوز سکوت کردن، با اینکه عده زیادی از اطرافیان بشار اسد دارن از کشور فرار میکنن ولی هنوز عده‌ای هستن که سکوت میکنن و این به نفع بشار اسد و متاسفانه اون قیامی که باید، اون حرکت عظیمی که باید بشه و ساقط تیر خلاصو بزنه هنوز تیر خلاصو بزنه نشده. خطر دوم یه سناریوی دوم اینه که همونطور گفتم ارتش به دو قسمت تقسیم بشه و اون موقع کشتار عظیمی خواهد شد، جنگ داخلی خواهد شد و به نظر من ده ها هزار نفر و شاید صد ها هزار نفر کشته خواهند شد. سناریوی سوم اینه که من متاسفانه باید بگم با شرایطی که امروز به وجود آمده و کشورهای همینطور گفتم ناتو و کشورهای آمریکا و حتی کشور اسرائیل خواهان سقوط بشار اسد نیستن برای که ثبات منطقه در خطر میافته، برای اینکه نمیدونم پشت اینا کیه، پشت اینا کیه و خب طبیعتاً اخوان المسلمین نقش مهمی رو بازی میکنن. باید به این مطلب اشاره کنم در حمص و در حما اخوان المسلمین بسیار قوی ان، این دو شهر مهم شورشیان. بعدم این الزواهری کار خرابتر کرد دیگه بعد از دفاع القاعده. طبیعتاً و اون چیزی که به نظر من میاد سناریوی سوم این خواهد بود که در آینده شاید در هفته های آینده بازم بشار اسد به کشتار ادامه بده و صدها نفر رو به قتل برسونه و اون سناریویی که من هنوز در هفته های آینده متاسفانه در سوریه میبینم. دوست دارم شما جز این مصاحبه هایی که در منطقه کردید با رهبر، اولا با کیا مصاحبه کردید شما در منطقه؟
بجز قذافی در منطقه من با خود بشار اسد یه بار مصاحبه کردم، با معاونش مصاحبه داشتم برای تلویزیون دو آلمان سی دی اف. بعدن در کنار کسانی که باشون مصاحبه کردم عرفات بود، چندین بار با عرفات من مصاحبه کردم در منطقه و رهبران کشورهای مانند افغانستان و پاکستان با عده زیادی از رهبران. با ماندلا صحبت کرده بودید؟ با ماندلا سه بار صحبت کردم. خیلی جالبه، شما هفته پیش گفتین که آقای محمد محمدی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، بله، محمدی گیلانی نه ببخشید محمد محمدی گلبایگانی ادعا میکنه که زمانی که ماندلا آقا را دید بهش گفت رهبر من. من سه بار با ماندلا مصاحبه کردم و حاضرم تصاویر رو نشون بدم، سند نشون بدم. و در واقع نه تنها به عنوان خبرنگار با ماندلا مصاحبه کردم، بلکه به خاطر اینکه من در طول عمرم در مدت چندین ده سال از کنگره ملی آفریقا پشتیبانی میکردم و در اون زمان ماندلا هنوز در زندان بود، شخصی به نام آلفرد نوزو، آلفرد نوزو رهبر در واقع یکی از رهبران کنگره ملی بود و من آلفرد نوزو رو که بعداً وزیر امور خارجه ماندلا شد در حدود 27 سال پیش در تانزانیا، در شهر دارالسلام آشنا شدم باش، موقعی که با هم به سراغ نیریره میرفتیم، رئیس جمهور تانزانیا، در اونجا باش آشنا شدم و آشنایی و دوستی شدیدی به وجود آمد و اون چندی خواهش از من داشت در رابطه با آنگولا که براش انجام دادم و دفاع شدیدی از کنگره ملی آفریقا کردم. به خاطر میرم خیلی نزدیک بودم با ماندلا، موقعی که با ماندلا صحبت میکردم چندین بار من در رابطه با جنایت جمهوری اسلامی با ماندلا صحبت کردم. به طور خصوصی یک بار من 24 ساعت در منظر ماندلا بودم و ازش فیلم تهیه میکردم، به طور خصوصی باش صحبت میکردم. همیشه بسیار شدید در واقع مذهب اول ماندلا نفی میکرد و دوم اینکه مخالف هر نوع رهبریت بود. به خاطر همین ماندلا خودش رهبر مردم آفریقا ندونست موقعی که رئیس جمهور این کشور شد، یک بار صحبت از این نشد که این رهبر بزرگ آفریقا یا مردم آفریقا. هنوزم این ادعا نداره، یک رئیس جمهور معمولی بود و بعد از 4 سال که دوره ریاست جمهوریش تموم شد داوطلبانه کنار رفت و ادعای رهبری نداشت. بنابراین این دروغ محض، اون چیزی که مزخرفی که آقای گلبایگانی میگه که ماندلا به آقا گفته رهبر من. بله، خب بس شما توقع دارین مثلا اینا این حرفا رو نزنن؟ طبیعیه اونا سعی میکنن سوء استفاده بکنن از رهبران کشورهای مختلف. ماندلا خود شخصی بوده که 27 سال در زندانهای آپارتاید در آفریقای جنوبی بود. اینا سعی میکنن از این افراد سوء استفاده میکنن برای وجهه خودشون. دو سه دقیقه فرصت داریم دکتر دانش، من میخوام فقط این موضوع رو مطرح بکنم. به عقیده شما اگر چنانچه آقای بشار اسد، حالا به هر عنوانی، چه به اصطلاح این که ارتش به طور کلی اقدام به یک عملیات شدید بکنه بر علیه شنی، تعدادی که الان ازش جدا شدن بیشتر و بیشتر بشن، ارتش دست به یک قیام مسلحانه بزنه یا به وسیله مردم سرنگون بشه، اون موقع شما وضع جمهوری اسلامی رو در منطقه چگونه می‌بینید؟ ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نقش مهمی رو در اون زمان بازی نخواهد کرد در منطقه، به خصوص در سوریه بعد از سقوط بشار اسد. ولی خطری که وجود داره چیزی دیگریه. ببینید، در سوریه ما در حدود 40% از مردم سوریه غیر مسلمانن، مسیحیان و از نیروهای دیگه هستن، ملیت‌های مختلف هستن و اینها و کرد هستن و دروزه‌ها هستن و دیگران، و اینها خواهان یک دولت مذهبی و اخوان المسلمین نیستن. طبیعتاً بعد از سقوط این، در واقع شناختی که من سوری دارم، بعد از سقوط بشار اسد که حتمی خواهد بود، این اخوان المسلمینن مانند مصر که ادعای قدرت خواهند کرد در سوریه. ولی در سوریه هم داره گفتم 40% کسانی هستن که سکولار فکر میکنن. حزب بعث نقش مهمی رو در این سکولاریتیت مردم بازی کرده و بنابراین خطر این وجود داره که برخوردهای شدید به وجود، خطر جنگ داخلی است. در صورتی که اون برنامه اتحادیه عرب و در رأسش قطر و عربستان سعودی که خواهان اینن که در واقع بشار اسد کنارگیری بکنه
و دولت ائتلاف ملی به وجود بیاد و مذاکره بشه و شورشیان و مخالفین در واقع اهدافی رو که امروز مطرح کردن، یعنی اهدافی که حتما باید رژیم و سیستم کامل اسد بره کنار، این میتونه برای سوریه خطرناک بشه، میتونه به جنگ داخلی بکشه. برای که گفتم بعد از بشار اسد من شکی ندارم مانند مصر اخوان المسلمینن که میخوان قدرت بگیرن و در مقابل اونها عده زیادی سکولار قرار خواهند گرفت و این خطر وجود داره. پس بنابراین بهترین راه حلی که در سوریه میمونه به نظر من آشتی ملی بعد از بشار اسد، بعد از استوای بشار اسد و سر میز مذاکره نشستن و با هم آشتی کردن. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز، ممنون از شما. تا روز چهارشنبه که دوباره با هم دیگه صحبت میکنیم، چون وضع سوریه به عقیده من به جایی رسیده که دکتر دانش هر لحظه امکان یک اتفاق فوق‌العاده میاد در این کشور. خیلی سپاسگزارم، تا چهارشنبه که راجع به موضوع صحبت میکنیم. همینان گرامی، سپاس از شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.